در این برنامه سخن شما یکی از کاربران از طریق اینترنت پرسیده از هر چهار شهروند اروپایی یکی در خطر فقر و جدایی از جامعه قرار دارد این رقم چه چیزی را نشان میدهد باربارا هلفریش مدیر شبکه اروپایی مبارزه علیه فقر در اروپا پاسخ میدهد سال 24 میلیون نفر در اتحادیه اروپا در معرض فقر قرار دارند این رقم خیلی بالاست به نظرم خیلیها مثل من انتظار چنین عدد بزرگی را نداشتند فقر را نمیتوان تنها بر اساس درآمد و حقوق ماهانه سنجید چون بسیاری از کسانی که از فقر رنج میبرند کار هم می کنند. به این نوع فقر فقر شاغلین میگویند چون بسیاری از این افراد همزمان دو یا سه شغل دارند با این همه درآمد کافی برای تأمین هزینه تحصیل مسکن و غذا ندارند نکات دیگری هم باید در نظر گرفته شود مانند دسترسی به منابع انرژی خدمات بهداشتی و آینده فرزندان علاوه بر اینها مشکل جدایی از جامعه نیز هست که یکی دیگر از جنبه های فقر است برای بچه هایی که در فقر بزرگ می شوند انفصال اجتماعی می تواند به معنای محرومیت از شرکت در گردش های آموزشی یا استفاده از استخر شنا باشد ما شبکه مبارزه علیه فقر در اروپا هستیم برای ما فقر جنبه سیاسی هم دارد تصمیم هایی که سیاستمداران میگیرند باعث می شود 124 میلیون نفر در اروپا در فقر به سر برند. بنابراین ما خواستار رهیافتی یک پارچه برای حل مشکل هستیم. لازم است در سراسر اروپا حرکتی علیه فقر آغاز شود. چیزی شبیه طرح مارشال. صندوق ایجاد شود تا پول را به سوی رفع نیازهای مردم و ایجاد شغل مناسب سوق دهد. اقتصادی به وجود آید که برای مردم کار کند، نه اقتصادی که علیه مردم کار کند. شما هم می توانید پرسش های خود را از طریق وبسایت یورونیوز با ما مطرح کنید.